سنی های تندرو اموال شیعیان در شهرهای فوعه و کفریای سوریه را قارت کردند. پس از کوچه اجباری شیعیان فوعه و کفریا از خانه هایشان رقابت برای قارت خانه های آنها میان سنی های تندرو آغاز شده است. تمام شهروندان شهرکهای های شیعه نشین و کفریا دو روز قبل از شهرهای تحت محاصره خود خارج شدند. این محاصره شدگان حدود 7000 نفر بودند که به صورت کامل و پس از مبادله اسرا با 121 دستگاه اتوبوس و تعدادی آمبولانس از گذرگاه الیز در جنوب ادلب خارج شدند. ساکنان این دو شهر شینشین برای اسکان موقت در مراکز اسکان جبرین در حلب و تعدادی نیز به منطقه حسیا در استان همس منتقل شدند. برخی کشورها با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای قدرتمند خود این کوچه اجباری را نوعی پیروزی معرفی می کنند و چشمان خود را بر روی این واقعیت که شیعیان این دو شهر خانه و زندگی و شهر خود را از دست دادند بستند. بیش از این، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیع رایس واج به شدت به این کوچه اجباری اعتراض کرده بود.